امروز میخوام بهتون نشون بدم چجوری یه رولت خیلی خوشمزه درست کنیم، اونم نه یه رولت معمولی، رولت کاراملی. سفیده و زرده تخم مرغ رو از همدیگه جدا میکنیم. سفیده تخم مرغ رو با شکر انقدر هم میزنیم تا به این سفتی بشه. به این شکل که در اومد میزنیمش کنار. حالا میریم سراغ زرده. زرده رو یه مقدار هم میزنیم، عسل رو بهش اضافه میکنیم، کاسمون رو میذاریم روی کاسه آب جوش، دوباره انقدر هم میزنیم تا به یه زرده خیلی روشن‌تر برسیم. کره رو میذاریم توی شیر، ظرف شیر رو میذاریم توی آب جوش تا کره توش آب بشه. زردمون به روشن‌ترین حالتش که رسید، آرد رو بهش اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم، خوب که یه دست شد، سفیدمون رو آروم آروم بهش اضافه میکنیم. یه جوری که اون پف سفیدمون نخوابه. حالا وقتشه موادمون رو با شیر و کره آشنا کنیم. یه مقداری از مواد رو می‌ریزیم توی شیر و کره، با همدیگه هم می‌زنیم، بعد همه اون رو انتقال میدیم به کاسه‌مون رو خوب با همدیگه همشون می‌زنیم تا یک دست بشن. پارچمنت پیپر هم فراموش نشه برای اینکه کیکتون به کف ظرفتون نچسبه. برای اینکه پارچمنت پیپرمون تکون نخوره و کارمون راحت تر باشه، من یه مقداری از بعده رو کف سینی فرم میریزم، بعد پارچمنت پیپر رو میذارم روش تا خوب بچسبه و تکون نخوره. موادمون که یه دست شد، حالا وقتشه که بریزیم توی سینی فرمون و بذاریمش توی فر. سعی کنین تا اونجا که میتونین کاملا یه دست کف سینی فرتون رو با موادتون بپوشونین. خب تا کیکمون داره حاضر میشه، میریم سراغ درست کردن کارامل. شکر رو میریزیم توی ظرف، یه مقداری بهش آب اضافه میکنیم. آروم آروم شکر و آب رو با همدیگه مخلوط میکنیم. یه مقداری که مخلوط شده زیرش رو روشن میکنیم. میذاریم انقدر بجوشه تا به یک رنگ کاراملی برسه. به رنگ کاراملی که رسید، کریم رو بهش اضافه میکنیم. از روی حرارت برش میداریم و خوب خوب با هم دیگه مخلوطش میکنیم. کره رو بهش اضافه میکنیم، نمک و دوباره برش میگردیم رو حرارت رو میذاریم. یه دو سه دقیقه قول بخوره. بعد به ظرف دیگه انتقالش میدیم، میذاریم تا سرد بشه. کیکمون که از فر بیرون اومد، یه پارچه تمیز رو روش پودر شکر میپاشیم و خیلی آروم کیک رو روش برمیگردونیم. پودر شکر برای اینه که کیک به دستمالمون نچسبه. حالا کیک رو توی پارچه رول میکنیم و میذاریم تا به دمای محیط برسه. تا کیکمون یه مقداری خنک میشه، میخوایم خامه کاراملی درست کنیم. به خاممون یه مقداری از کاراملمون اضافه میکنیم و میذاریم تا هم بخوره. انقدر هم میذاریم تا سفت بشه. بعد میذاریمش تو یخچال تا خنک بشه. میخوایم به یه همچین حالتی برسه. مراقب باشین اگر بیش از حد خامتون رو هم بزنین، تبدیل به کره میشه و کلن همه چی خراب میشه. حواستون باشه که کیکتون خیلی خیلی نباید سرد بشه، چون اگه خیلی سرد بشه موقع باز کردن و بستنش ترک میخوره و کیکتون خراب میشه. بعد از اینکه خنک شد، حالا کیکمون رو باز میکنیم و خامه رو به وسطش اضافه میکنیم. هر چقدر بخواین میتونین بهش خامه بزنین، فقط یه جوری باشه که ازش بیرون نزنه. حالا با کمک کاغذ روغنی دوباره کیکمون رو رول میکنیم.
بعد توی کاغذ روغنی و یه پلاستیک میپوشونیمش و میذاریمش واسه حداقل یک ساعت توی یخچال. بعد از یک ساعت الان وقتشه که سس کاراملمون رو بهش اضافه کنیم. میذاریمش روی رک و سس کارامل رو بهش اضافه میکنیم. حالا میتونین به هر سایزی که میخواین رولاتاتون رو کات کنین و سرویشون کنین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین و چیزی ازش یاد گرفتین، لایک و شیر و کامنت یادتون نره. اگر هم اولین باره که به چنل من اومدین، سابسکرایب بکنین که هر هفته کلی ویدیوهای خوشمزه داریم. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.